در بحث‌های امپاورمنت از یکی از دریافت‌های بسیار مهم انسان یعنی حقوق بشر که گپ می‌زنیم، دقیقاً کلید ایجاد یک زندگی زیبای امپاورمنتی رو پیدا می‌کنه. حقوق بشر از بنیادی ترین حقوق انسان هست که انسان صرف به خاطر که انسان هست از اونا برخوردار. دیگه تمایز جنسیتی زن و مرد، سن، مثلا تو خردسال هستی یا جوان هستی یا پیر هستی، یا نژاد یا زبان یا مذهب و اعتقاداتت یا پایگاه طبقاتی، مثلا در کدام وضعیت زندگی قرار داری، ثروتمند هستی یا فقیر هستی، هیچ کدام از اینا از حقوق بشری تو را محروم کرده نمیتونه. اینا از حقوق تفکیک ناپذیر انسان تلقی میشن. اما سه تا حق بنیادی را در اونجا ما شما سعی میکنیم که دقیقا مثل نمی سه تا وصف که در زندگی زیبا امپاورمنتی داریم، حق بشری انسان را احتوا میکنه. مثلا حق حیات، هیچ کس حق ندارد حیات کسی را سلب بکنه. اگر میگن حیات انسان ها از مشیت خدا هست، پس غیر از خدا هیچ کسی دیگر حق ندارد که حیات انسان را بگیرد. اگر میگن که انسان با حکم طبیعت یک موجود زنده هست یا زندگی میکند، پس غیر از طبیعت یا غیر از اقتضاهای طبیعت هیچ کس حق ندارد که حیات را از انسان بگیرد. دو، حق کرامت، انسان بودنش با حیاتش تضمین میشه ولی کرامتش معنای بودنش هست. معنای بودن یعنی چی؟ اگر آدم پرسان کنه که واقعا چی به درد میخوره که من باشم، چه رقم زندگی کنم، میگه به خاطر ازی که من یک موجود معنادارم. معنای وجودم یعنی چی؟ یعنی من صاحب کرامتم. کرامت یعنی تصویر زیبایی را که آدمی برای خود خود قائل میشه یا در ذهن خود خود داره و دوست داره که قد از اون تصویر در ذهن دیگران مطرح باشه، دیگران قد از اون تصویر قضی برخورد کنه، ایره بزرگ ببینه، ایره محترم ببینه، یا به اصطلاح ساده ترش رفتار را قد از این مرتکب نشود که ای احساس شرمگینی، احساس خجلت کند، کمبودی احساس کند، کس سخنه توهین آمیز برش نزند، کسی رفتار توهین آمیز قضی نکند، کسی را در وضعیت که احساس حقارت کند قرار نده. اینمی کرامت هست. پس انسان بر علاوه که حق حیات دارد، حق کرامت دارد. The right to dignity، یعنی کس حق ندارد که کرامت انسان را سلب بکند. و سه، حق آزادی. آزادی چیه؟ آزادی در حقیقت بستر تحقق کرامت انسان. یعنی هیچ کس به هیچ دلیل، هیچ بهانه حق ندارد که آزادی انسان را از بین ببره، سلب کند. به دلیل بسیار ساده، انسان موجود متفکر از فکر میکند و با فکر خود به دریافت‌های تازه میرسه. این از اینجا آزادی انسان شروع میشه. هر فرد انسان صاحب فکر است. چون صاحب فکر است که هر روز درک تازه پیدا میکنه، هر روز طرح تازه به ذهنش میاد، هر روز بر اساس طرح تازه خواست تازه در ذهنش میاد، بر اساس زمین خواستی وادار میشه یا تلاش میکند که کار کند، فعالیت کند. پس هیچ کس حق ندارد در تمام نمی پروسه ها مانع یا محدودیت بر انسان خلق کند. مثل آقایش چیه؟ مثلا اولش شروع میشه، این آزادی در فکر است. کس حق ندارد که آزادی فکر انسانها رو بگیره. یک دلیلش این میه که اصلا فکر قابل کنترل نیه. من اینمال مثلا گپ میزنم، شما به شکل طبیعی در مورد حرفای از من فکر میکنین. هیچ کسی نمیتونه شما را از فکر کردن باز بداره. هیچ کسی نمیتونه فکر سر شما تحمیل کنه. من اینمال نمیفهمم در ذهن شما چی میگردم. من گپ میزنم، آیا شما این گپ ها را اعتنا میکنید یا نمیکنید؟ برای زی گپ ها ارزش قائل هستین یا نیستین؟ اینا رو باور میکنین نمیکنین؟ من سر ذهن شما کنترل ندارم. در این لحظه ای که من
حرف میزنم، ممکن است کسایی در جمع شما باشد که هیچ اصلا توجه نداشته باشد، حال فکر از او به یک چیز دیگر، مثلا در خانهش یک مسئله هست که ذهنش در اونجا مصروفه. درست است که اینجا از لحاظ فیزیکی شیشته، مادرش مریض هست مثلا، ذهنش درگیر از اوست. ای فقیر هست که به یک ناداری یا کمبودی گرفتار هست مثلا، ذهنش او با خود مصروف کرده که من امروز کرای خانه خود چه رقم پرداخت کنم، امروز مثلا در خانه نان چه رقم ببرم، او فکرش در اونجا مصروف هست. میبینیم که فکر از کنترل بیرون است. فکر هیچ انسان را کسی که کنترل نمیتونه، پس که نباشد چرا ما باید یک امری را که ناممکن هست عملی کنیم؟ وقتی من نمیتونم سر فکر شما کنترل داشته باشم، چرا باید فکر شما رو محدود کنم؟ پس شما باید در فکر خود آزاد باشین. از فکر که تیر میشه عقیده آدمیه، آدمی بر اساس فکر خود به یک چیز عقیده پیدا میکند، باور میکند یا باور نمیکند. پس عقیده قابل تحمیل نیست. آدمی آزاد است که به چیز عقیده داشته باشه یا نداشته باشه. این مال فعلا در جهانی که شما سعی میکنین، انسان ها از اولش مثلا خدا باورن یا خدا ناباورن. بعد کسایی که خدا باور هستن، مذهبشان هندویزم یا بودیزم یا مثلا مسیحیان یا یهودیان یا مسلمانن، میان در بین مسلمان ها به شکل کلانش یا شیعه هستن یا سنی هستن. در بین سنی ها شما میبینین که باورهای مذهبی مختلف وجود دارد. میان در بین شیعه ها مرقم گروه های مختلف، فکرهای مختلف وجود دارد. تا میرسین مثلا این مال در کلاس درس خود، خود شما کلگتان مسلمانین یا شیعه هستن یا سنی هستن، ولی هر کدامتان یک برداشت، یک باور خاص نسبت به مسائل دینی خود دارین. یکی ممکن است که خیلی زیاد آدم معتقد باشد، خیلی حتی پابند باشد به برخی از مسائل دینی، یکی دیگر زیاد پابند نباشد، یکی تمام شعائر مذهبی را انجام بده، یکی نه. اینمی آزادیه. یعنی انسان نمیتونه که عقیده کسی را تحت کنترل داشته باشد. عقیده داشتن یعنی یک پیوند ذهنی برقرار کردن هست، از جنس محبت و نفرت مثلا، یک امر کاملا درونی هستن. شما بر اساس یک سری برداشت هایی که دارین یک نفر را دوست میدارین، یک نفر را دوست نمیدارین. کسی تحمیل کرده نمیتونه شما را که بگه که فلانی را حتما دوست داشته باشه. بله، کسی را تحمیل کرده میتونین که کسی را احترام بکنن. احترام کردن نشانه های خود داره، مثلا یک کسی را سلامی میزنین، پیش یک کسی گردن خود خم میکنین، یک کسی را مثلا کفش پیش پاش میگذارین، دستش میبوسین، اینا را هر کس میتونه به عنوان نشانه های احترام سر شما تحمیل کند. ولی دوست داشتن را کس تحمیل کرده نمیتونه که شما کسی را دوست داشته باشین. مثلا زنمون نفرت داشتنه، یک امر کاملا درونیه. شما یک کس ودار میتونین که فلان نفر لط کو، شکنجه کو، دشنام بته، ولی نمیتونین برای یک کس تحمیل کنین که حتما نفرت داشته باشد. بسا کسایی هستن که ودار میشن کس را شکنجه کنن، ولی در درون خود احساس ترحم و دلسوزی دارن. قدسون عقیده دقیق نمویه. شما نمیتونین یک کس را به اجبار ودار کنین که به عقیده التزام داشته باشه یا نداشته باشه. آزادی مثلا در انتخاب آدم های، آدم ها چون فکر میکنن انتخاب جداگانه دارن. در انتخاب شما مساق های گوناگون دارین، نامتان رو خودتان انتخاب میکنین، جایی که زندگی کنین رو خودتان انتخاب میکنین، لباس خود خوره، رنگ لباس خود خوره، دیزاین لباس خود خودتان انتخاب میکنین. به خاطر اینکه آدم ها یک گونه انتخاب نمیکنن، هر کس بر اساس ترجیحات ذهنی خود یک گونه خاص انتخاب میکنن، رشته تحصیلی خود رو انتخاب میکنن، شغل خود رو انتخاب میکنن، شریک زندگی خود رو انتخاب میکنن. اینا هر کدومش انتخاب هستن. در یک جامعه سیاسی زندگی میکنن، مثلا نماینده های سیاسی خود انتخاب میکنن، رئیس جمهور خود رو انتخاب میکنن، نماینده های خود انتخاب میکنن، یک تیم جور میکنن، مثلا در این تیم خود رو سر تیم انتخاب میکنین که باید سر تیم ما باشد. در کلاس درس خود
یک نفر انتخاب میکنین که ناظم صنف شما باشد. اینا کلیش انتخابه، یعنی هر امری که شما در اونجا بر اساس یک شناخت، بر اساس یک آگاهی به یک تصمیم رسیده باشین، یک سری ترجیحات در اونجا مد نظر داشته باشین، چیزی را بگین میکنم یا نمیکنم، چیزی را قبول دارم یا ندارم، چیزی را میپسندم یا نمیپسندم، اینا کلیش مستلزم آزادی هم. یعنی شما باید آزاد باشین تا این کارها را انجام بده. آزادی در سفر و سیاحت، مثلا آدمی تمایل دارد که باید سفر کند، نباید جلو سفر آدم خاره بکنه. آزادی در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، یک کس مثلا انجمن فرهنگی تشکیل بده، یک کس دیگر یک گروه سیاسی تشکیل بده، یک شورای مردمی تشکیل بده، یک کس مثلا یک تیم فوتبال بسازد و هم سالهم هم. اینا کلگیش فعالیت های است که شما انجام میتین. به هر حال حق حیات، حق کرامت، حق آزادی، سه تا حق بنیادی بشر. شما این سه تا حق را در روابط خود خودتان احترام کنین، یعنی کار نکنین که کسی حیاتش به خطر بیفته، فرد فرد شما کار نکنین که کسی کرامتش به خطر بیفته، کار نکنین که کسی دیگر آزادیش محدود شود. بعد وقتی که در زندگی جمعی مین، مثلا نظام هایی که بر شما مسلط هستن، به جای ازی که حیات آدم ها را از بین میبرن یا تهدید میکنن، ضمانت های برای حفظ حیات آدم ها ایجاد کنن. پلیس مثلا نمیست، باید امنیت مردم را بگیرد که هیچ فرد کسی دیگر را به قتل نرساند. یا نظام سیاسی فضا و ضمانت های ایجاد میکند که کسی کسی دیگر را توهین نکند، کسی کسی را بیاب نکند، عزتش را پایمال نکند. نظام سیاسی ضمانت های ایجاد میکند که آزادی انسان ها مسئول باشد، هیچ کسی جلو آزادی کسی دیگر را نگیرد. مثلا آزادی بیان هست، باید آدم ها حق داشته باشند گپ بزنند، کسی نباید مانعشان شود. اگر نظام اینمی رقم مسئولیت های خود را انجام بده، او رو شما یک نظام دموکراتیک، یک نظام خوب میگن، در نتیجه مردم خیلی احساس راحتی و آسایش میکنند. به هر حال اینا رو که میگم دقیقا راه را بر ما و شما برای ایجاد زندگی زیبا باز میکنه. پس در امپاورمنت زندگی زیبا زندگی است که مسئول از ترس، فقر و تحقیر باشد، یا زندگی که امنیت داشته باشیم، رفاه داشته باشیم و شاد باشیم.